با نام و یاد خدا، با یک دنیا آرزوهای قشنگ. سلام خدمت شما دوستای گل کنکوری 1400. من زین‌علی هستم، دبیر زبان مدرسه آنلاین تاملند. خب با خیلیاتون از قبل آشناییم، خیلیارم امروز تازه داریم با هم آشنا میشیم. همین اول کار از صمیم قلب آرزوم اینه که سال دیگه این موقع حالتون خیلی 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 بهتر از الان باشه، به واسطه اون نتایج درخشانی که قراره توی کنکور بگیرید، به واسطه انتخابهای درستی که میکنید، به واسطه ثمر تلاشهایی که قراره ببینید. و من سعی میکنم تو این مسیر به سهم خودم تا آخرین قدم کنارتون باشم، تا آخرش همه با هم خوشحال باشیم، همونطور که بچه های کنکور 99 هنوز تنهاشون نذاشتم، باهاشون دارم میام جلو تا روز کنکور. ایشالله شما هم با حال خوب روز به روز بهتر از روز قبل بتونید تو این مسیر جلو بیاید، پیشرفت خودتون رو ببینید، لذت ببرید و اون فینال کنکور براتون یکی از قشنگترین روزهای زندگیتون بشه. بی مقدمه بریم سر درس. صفحه خالی به من بده. میخوایم صحبت کنیم از کنکور. هممون اینجا برای کنکور کنار همیم. کنکور چیه؟ کنکور کلن 2300 تا دونه نقطه است در 4 ساعت. تا حالا اینجوری بهش نگاه کرده بودی؟ روزی که تو میرسی به کنکور حدودا 150,000 ساعت از عمرت گذشته. روزی که به کنکور میرسی 150,000 ساعت از عمرت گذشته و از این 150,000 ساعت حدودا 15,000 ساعتش پشت همین میز و نیمکت و کتاب و دفتر و لپتاپ بودی بابت درس. قرار اون 150,000 ساعت عمرت و 15,000 ساعت درس و مدرسه خلاصه بشه توی 4 ساعت. یه سازمانی به اسم سنجش میگه فلان روز فلان ساعت بیا فلان جا و من به تو 4 ساعت حدوداً فرصت هنرنمایی میدم. 4 ساعتی که اگر قبلش تو 10,000 تا تست درست هم زده باشی سنجش میگه به من چه؟ بعدش هم 10,000 تا تست درست بزنی باز میگه به من چه؟ میگه فقط اون 4 ساعته واسه من مهمه و تو اون 4 ساعت به تو فرصت هنرنمایی میدم. چجوری هنرنمایی کنی؟ خیلی مسخره، به واسطه 200-300 تا دونه نقطه و دیگر هیچ. تنها چیزی که تو حق داری تو پاسخ برگت وارد کنی و به سازمان سنجش بدی نقطه است. یعنی حتی میگه اسمت هم ننویس، خودم نوشتم. فقط حق داری نقطه به سازمان سنجش بدی، نقطه هایی که هیچگونه فهم و شعوری نداره. منظورم چیه؟ تو امتحان تشریحی راه حل درست میری، به جواب نمیرسی، یه نمره‌ای بهت میدن، میگن راه حل بلد بوده، بی‌دقتی کرده. اما تو کنکور به هر دلیلی اون نقطه سر جاش نباشه، بی‌دقتی، حواس پرتی، بد وارد کنی، غلط حل کنی، هر دلیلی، نه تنها نمره اون نقطه هر رو بهت نمیدن، از درستای قبلیت هم یه چیزی کم میکنن. پس آزمون عجیب غریبیه و همه تون تو این آزمون توی صفید. کنکور مثل یه صف میمونه بچه ها. تو امتحان تشریحی او ممکنه 10,000 نفر نمره 20 بگیرن، 15,000 نفر نمره 19 بگیرن، ولی تو کنکور اگر یه نفر رتبهش 1200 بقیه یا 1199 به بالان یا 1201 به پایینن. پس جای عجیب غریبیه و از این 200-300 تا نقطه‌ای که دارم بهت میگم 25 نقطه سهم درس منه
یعنی زبان انگلیسی. بریم کم کم سر اصل مطلب. زبان انگلیسی 25 تست داره تو کنکور. و اما تو این 25 تست یه آمار بهت بدم، از آمارهای خود سنجش خاصی برو چک کن. تو 3-4 سال گذشته همیشه زبان پایین ترین میانگین و بین 4 عمومی داشته. همیشه بین 4 عمومی، ادبیات، عربی، زبان و معارف، زبان پایین ترین میانگین رو داشته، علارغم این همه کلاس که بچه ها میرن. آمار داغ داغ مال کنکور 98 و 99 که هنوز برگزار نشده. تو سه رشته اصلی تجربی ریاضی انسانی در سه منطقه کشور 1-2-3 3-3 تا 9 تا 9 تا عدده، 9 تا مقایسه است. تو هر 9 تا بلا استثنا زبان پایین ترین میانگین رو داشته. یعنی تو رشته تجربی هر سه منطقه کشور زبان پایین ترین، تو ریاضی هر سه منطقه زبان پایین ترین، تو انسانی هم همینطور. چرا؟ به این دلیل بچه ها نمیرسن، بچه ها بلد نیستن زبان بخونن، بچه ها زبان رو میخونن بلد نیستن تست بزنن و این تا عامل دیگه. ما سر این کلاس ایشالله قراره هم درس بدیم، هم دونه دونه این عوامل رو بهتون معرفی کنم که برطرفش کنید. مطمئنن 50-60 درصد اونهایی که تو زبان کنکور نتیجه نمیگیرن طی سال زحمت واسه زبان کشیدن، غلط زحمت کشیدن، بد درس خوندن، درست عمل نکردن، الگو و برنامه نداشتن، نمیدونستن با آزمونا باید چی کار کنن، نمیدونستن تست آموزشی چیه، تست سنجشی چیه، نتونسته خودش رو تو مسیر درست زبان خوندن بندازه و علارغم زحمت نتیجه نگرفته. ما تو این کلاس انشاءالله قراره هم زبان رو یاد بگیریم، هم زبان خوندن رو یاد بگیریم. این دوتای خورده با هم فرق داره. یاد بگیریم هر مبحث چیه، چجوریه، و علاوه بر اون یاد بگیریم. خب هفته یه زن کلاس 2 ساعته داریم، معمولا هم همه جا کلاس ها رو 1.5 ساعت میگیرن. با توجه به فضای نظام جدید من حس کردم کلاس 2 ساعت زمان نیاز داره. تو این 2 ساعت هم مباحث رو یاد میگیریم، قدم به قدم مویرگی کوچولو کوچولو با هم میریم جلو، گام های کوتاه ولی عمیق، و در کنارش زبان خوندن رو هم بهتون یاد میدم با برنامه هایی که میگیرید، با راهکارهایی که بهتون آموزش میدم که بتونیم از زحمتمون نتیجه بگیریم. ببینید برای کنکور شاید چقدر خوندن تو هر درس مهم باشه، ولی بدون شک چطور خوندن اون درس مهمتر از چقدر خوندنشه. من چطور خوندن زبان رو حتما بهتون یاد خواهم داد. ما با 25 تست تو یک عمومی چقره بد بدن مواجهیم که حالا میخوایم این 25 تست زبان ببینیم چیه، یعنی اصلا تو کنکور اینا تو چه حوزه‌ای میشینن. 25 تست زبان شامل گرامر، لغت، همه رو فارسی می نویسم دیگه، کلوز، ریدینگ، حالا بودجه بندی هر کدوم اینها. ببینیم از هر کدوم چند تا تست داریم. چون تو باید یه درس رو بشناسی که از هر بخشش چند تا تست میاد، بدونی چقدر از زمان تو چجوری روش سرمایه گذاری کنی. گرامر تو کنکور 7 تست میاد. 7 تست. ای استاد من یه جا خونده بودم که 4 تا تست میاد. خب اشتباهه. یه جا گفته بود استاد بین 3 یا 4 تا میاد. اشتباهه. اونایی که میگن 3 یا 4 تا به دلایل حالا یه خورده ناجوان مردانه به عمد چشمشون رو کلوز تست میبندن.
شما 4 تا تست گرامر ابتدای زبان داری، یعنی تست 76 77 78 و 79 گرامر، برید ببینید کنکورهای اخیر رو. 4 تا اول گرامره، 3 تا از 5 تا کلوز تست هم گرامره. 3 تا از 5 سوال کلوز تست هم گرامره. 3 و 4 میشه 7. پس 7 تا تست گرامر داریم. لغت 10 تست داریم. کلوز تست، کلوز تست چیزی نیست به جز همون لغت و گرامر، یعنی در واقع کلوز تست 2 به علاوه 3، 2 به علاوه 3، 2 تا لغت 3 تا گرامر. شما 8 تا تست لغت اول دارین، 2 تا هم تو کلوز 10 تا، 4 تا تست گرامر اول دارین، 3 تا هم تو کلوز 7 تا. و ریدینگ مستقل 8 تست داره، 2 4 تا، 2 تا ریدینگ، هر کدوم 4 تا. چند سال قبل 2 تا 5 تایی بود، طراح یکم دلش سوخت، دید ریدینگ سنگینه، ریدینگ یکی یه دونه کم کرد، 2 تا 4 تا ریدینگ، 8 تا تست، بقیه‌اش هم میشه 17 تای اول. ببین داریم فعلا حریف رو میشناسیم. تو با هر چیزی بخوای بجنگی اول باید بشناسیش. ما الان داریم اینجا زبان کنکور رو فعلا میشناسیم چیه. 7 تا تست، ببینید هر تست 100 تقسیم بره 25، هر تست 4 درصده، هر تست 4 درصده، 4 هفته 28 درصد گرامر میاد، 40 درصد لغت میاد، 32 درصد ریدینگ میاد. داریم بودجه بندی زبان کنکور رو با هم بررسی میکنیم. تقریبا میشه گفت نسبت ها 1/3، فقط لغت یه خورده وزنش بیشتره. 28 32 40. گرامر تدریس دارد، کامل مباحث رو با هم دونه دونه بررسی میکنیم و از همین الان 7 تا تست گرامر کنکورتو زده حساب کن. لغت تدریس دارد، تست لغت تدریس داره. آقا این نیست که من نشینم مثلا لغت ها رو حفظ کنم بعدش هرچی تست میذارم جلوم تند و تند جواب بدم، نه، تست لغت هم مثل تست گرامر تدریس داره که انشالله سر این کلاس تست های لغت هم براش مهارت تعریف میکنیم. عدد تست لغت میشه 4-5 تاشو نخونده، فقط با 2-3 تا لغت واقعا جواب داد، اینو یاد میگیریم. ریدینگ هم که حتما تدریس دارد. این که میگن برو سوالات دور لغت ها خط بکش برو تو مد پیدا کن، نه آقا این خبرها نیست، این حرف مال قدیم بود، نه ریدینگ های حرفه ای امروزی کنکور. ریدینگ تدریس دارد، لغت و گرامر تدریس دارد، کلوز تست هم حالا تو دل گرامر و لغت و یه سری مهارت اضافه تر که انشالله بابتش خواهیم گفت. یعنی ما 0 تا 100 زبان رو سر این کلاس تدریس میکنیم و تدریس میکنیم، نه اینکه آقا من بگم برو لغت ها رو بخون، اه نمیتونی تست بزنی، ببین من چجوری میزنم. خب تو بلدی بزنی، دانش آموزم باید یاد بگیره. من وظیفه‌ام میدونم که تست لغت زدن رو هم انشالله یادتون بدم، همینطور ریدینگ و خب مسلما گرامر. واسه این موضوع 2 تا جزوه خواهیم داشت، یعنی برای اینکه بتونیم تو کنکور یه نتیجه خوب بگیریم ما 2 تا جزوه خواهیم داشت که 2 تاش تقریبا رو هم 400 صفحه است. یا حسین استاد 400 صفحه جزوه زبان؟ بله عزیزم 400 صفحه جزوه زبان. به یه چیزی تا حالا دقت کردی؟ زبان پر کتاب ترین درس کنکورته. یعنی چی؟ 10، 11، 12 هر سال یک کتاب درسی یک کتاب کار. پس 2 تا 10، 2 تا 11، 2 تا 12، 6 تا کتاب داشتی. استاد کتاب کارا که توش خبری نی، فکر میکنی تو هر درس کتاب کار تقریبا
50-60% لغتایی که آورده جدیده. یعنی اون لغت‌ها رو اصلا تو کتاب درسی ندیدی، تو کتابکار تازه سر کله‌شون پیدا شده. و خب یه سریاتون سال‌های قبل تو دهم و یازدهم کتابکارتون رو که نگاه می‌کنید عین وجدانتون سفیده، هیچ کاری توش نکردین. ما سر این کلاس هر 6 تا کتابو باز می‌کنیم. واسه همینه جزوه‌مون یه حجم قابل توجهی داره، تقریبا 160 صفحه جزوه کلاس تست و گرامرتونه، 240 صفحه جزوه لغت و ریدینگتونه. هر 6 تا کتاب کلماتش سطر به سطر با یه روش حرفه‌ای آنالیز شده، 600-700 تا تست لغت اومده، بعد نزدیک 150-200 تا تست ریدینگ اومده، گرامر هم همینطور. پس ما سر این کلاس قراره 400 صفحه جزوه که درش حدود 1600 تا تست رو بررسی کنیم، دونه دونه یاد بگیریم، گام به گام بریم جلو. علاوه بر این بانک تست هم بهتون معرفی خواهم کرد که بگیرید. خیلی عشق اینو دارن که همین الان بدون بانک کتابا سفارش بدن کتاب تست بخرن. عجله نکن رفیق من. اینو کسی داره بهت میگه که شغلش کنکوره. چرا میگم عجله نکن؟ سالهای پیش این موقع که کلاس ها استارت میخورد کنکور برگزار شده بود. یعنی معلم ها، کتاب درسی ها که خب جای خود، تستای کنکور اون سال رو دیده بودن، کتاباشون رو بروز کرده بودن، دیدگاه ها و نکات اون سال کنکور رو تو کتاباشون اضافه کرده بودن و کتاب تستا همه به روز بود. امسال که هنوز کنکور برگزار نشده، پس تا الان عملا هر کتابی بخری کتاب کهنه محسوب میشه. تبلیغ و مبلیغ و ول کن، ما که فعلا لنگ تست نیستیم، تو جزوه‌مون 1500-1600 تا تست خواهد بود که تا هفته آینده هم میتونید فیزیکی جزوه رو بگیرید هم فایلشو، هر دو راه واسهتون ممکن کردم. پس الان کتاب تست گرفتن بی معنیه. ایشالا کنکور یه 20 روی ما دیگه که برگزار شد، یه هفته 10 روز بعدش کتابا بروز شده، اومد تو بازار، کتاب خودم هست، به احتمال زیاد امسال با نشر الگو خواهد بود، کتاب انتشاراتای دیگه هم هست، میگیریم روش کار میکنیم و علاوه بر این 1500-1600 تست جزوه نزدیک 2000-3000 تست کتابی هم میزنیم. یعنی تقریبا توی این دوره کلاس با هم 4-5000 تا تست کار خواهیم کرد و بعد از 4-5000 تا تست معنادار درست استاندارد کی میخواد به ما سوالی بده سر جلسه کنکور که غافلگیرمون کنه؟ ما همه چی قبل دیدیم. چون من اعتقادم اینه که اعتقاد راسخم اینه سر جلسه کنکور 90% تستا باید واسه داوطلب ساده نباشه، 90% تستا واسه داوطلب تکراری باشه، یعنی شبیه به اون اصلا قبلا دیده باشه، دیگه سر جلسه فکر نکنه، بزنه بره بعدی. ما همه سعیمونو میکنیم که این اتفاق ایشالله بیفته. یعنی اونقدر تست از دیدگاه های مختلف میزنیم که سر جلسه کنکور 80-90% سوالاتی که جلومون خواهد بود تکراری باشن، یعنی یه پله از ساده جلوتر. بسیار خوب، خواستم این ابتدای کار بهتون بگم ما تو زبان قراره چی کار بکنیم. جلسه اوله، چون خب خیلی ها هنوز ثبت نامشون تکمیل نشد و جزوه رو نداشتن، چند صفحه از جزوه رو گفتم براتون بذارن، ما روی اون کارمون رو شروع میکنیم. ایشالله تا هفته آینده دیگه همتون جزوه دار خواهید بود. میگم هم امکان تهیه فیزیکیشو براتون فراهم خواهم کرد تو یکی دو روزه که قشنگ جزوه کپی شده با جلد در واقع متحد و شکل تو همه کشور سیمی تحویل بگیرین، یا نه یکی میخواد فایلشو بگیره. مطمئنم قیمت اون جزوهی که تکثیر شدم هست، جوری میگم واسه تون بذارن که براتون خیلی اقتصادی باشه. به هر حال تو این شرایط باید به خیلی چیزا فکر کرد. جزوه رو بده، جزوه رو بده. شروع میکنیم با نام و یاد خدا از گرامر شروع میکنیم. این چند صفحه از جزوه گرامر و کلوز تستتونه که میخوایم توش درس و استارت بزنیم. جزوه گرامر و کلوز تستتون. اینجا نوشته از ما فعل اصلی جمله پرسیده میشود. از ما فعل اصلی جمله پرسیده میشود. شاید خیلیاتون بگین استاد این چه درسیه؟ چه سوال خوبی، بیا من جوابشو بهت بدم تا بدونی اصلا سوالت ایراد داره. یعنی چی؟ صفحه خالی رو بده.
یکی از بزرگترین چالش های فعلی برای بچه ها تو کنکور تو اون هفت تست اینه که تست های گرامر به صورت ترکیبی شده. خب خیلیاتون رشته تجربین، زنگ پیشم با آیه دکتر عظیمی کلاس داشتین، قشنگ میدونید منظورم از ترکیبی چیه. یعنی دو سه تا فصل با هم توی تست حضور پیدا میکنن. تو گرامرم الان اینجوری شده، چند درس در یک تست. خب این چه آسیبی ایجاد میکنه؟ آسیبش اینه اگر ما بیایم فقط گرامرا رو درس به درس بخونیم، نگاه آکادمیک علمی ترکیبی بهشون نداشته باشیم، حتما سر جلسه کنکور شکست میخوریم، حتما شکست میخوریم تو بخش گرامر. چرا؟ ببین تو وقتی تست رو درس به درس میزنی خودت حواست نیست، داری تو اون درسه تو اون گرامر خاص شرطی میشی. یعنی چی؟ یعنی میگی خب اگر تست از این مدل بود از اینجای سوادم این نکته باید استفاده کنم، سوال حل کنم. اوکی، نکته هرم خوب یاد میگیری، بعد 50 تا تست میذاری جلوت، شروع میکنی تپ و تپ و تپ و تپ همه رو حل کردن، کیف میکنی. ولی حواست باشه الان از کنکور یه پله عقبتری. تو الان داری این تست گرامر رو میزنی، میدونی مال کدوم درسه. تو کنکور آزمون جامعه، تستای گرامر ترکیبیه. یعنی وقتی میرسی به تست، خدایا این مال کدوم یکی از درسا بود، شبیه کدوم گرامره بود که خوندم. او میبینی نمیتونی کاری بکنی. این آسیب گریبان اونهایی رو میگیره که گرامره رو فقط درس به درس میخونن. شاید یکی بگه خب استاد ما کنار این درس به درس خوندنه و کتابایی که تو بازار همه طبقه بندی شده است، داریم تو آزمون‌های مثلا قلمچی و اینور اونورم شرکت می‌کنیم دیگه، اونا کمکمون می‌کنه. اتفاقا اونا هم به این مشکل دامن می‌زنه. چرا؟ مثلا آزمون سوم قلمچی از 4 ماه قبل اعلام کرده دود 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 دود، آقا حواست باشه من تو این آزمون مبحثی که می‌خوام ازت تو گرامر بپرسم اینو اینه. یعنی تو اونجا هم شرطی پیش فرض داری و اون آزمون‌ها هم به تو نتیجه درست تو گرامر رو نشون نمیده. رو این حساب ما سر کلاس هم گرامرها رو درس به درس باید بخونیم و یاد بگیریم، حتما نیاز درس به درس، لازمه درس به درس یاد گرفتن، ولی کافی نیست. هم باید درس به درس یاد بگیریم، هم گرامرها رو با هم ترکیب کنیم، باید ترکیبی هم یادشون بگیریم. حالا با این روی کرد برگردیم تو جزوه‌مون. وقتی بالا نوشته از ما گرامر فعل اصلی پرسیده می شود، این گرامر حدوداً 5 درس دبیرستانی تو شامل میشه. 1/12 توش، 3/12 توش، 1/10 توش، 4/10 توش، 2/11 توش. و این بابا این مبحث، این که اما فعل اصلی رو میپرسن، تو کنکور 2 الی 4 تست خواهد داشت. یعنی از 7 تست گرامرت 2 تاش که حتما ممکنه تا 4 تا از اون 7 مربوط به این مبحث باشه، به این قسمت باشه. پس ما با یه نگاه حرفه‌ای ترکیبی بریم ببینیم دنیا دست کیه. اینم یه رنگ خوشگلش کنم که دیده بشه، این دیده میشه، یه خوردم اینو قطورتر، عالی. تو وقتی بخوای فعل اصلی واسه یه جمله انتخاب کنی، ببین منظورم چیه؟ صفحه خالی بده، نگاه نگاه نگاه، فرض کنی صورت سواله دیگه، این صورت سوال به تو 4 تا گزینه میده. خوب دقت کن، با یه نگاه جدید بریم. یه فعل با 4 قیافه مختلف تو گزینه هاست، میگه داوطلب، بسم الله. تو این جمله به من بگو کدوم یکی از این قیافه های فعلی که میبینی مناسبه. یعنی از ما فعل اصلی جمله رو میپرسه، صورت سوال فعل ندارد، داره از ما فعل اصلی جمله رو میپرسه، ما باید انتخابش کنیم توی 2 تا شاید 3 تا و بعضی از اوقات 4 تا از 7 تا تست گرامر همچین چیزی از تو پرسیده میشه. خب چه باید کرد؟
جزوه رو بده. استراتژی حل 4 مرحله است. یعنی اگر این 4 تا مرحله رو خوب یاد بگیری، الگوریتمی تو ذهنت بذاری، هر چی تست مربوطه به فعل اصلیه رو هوا میزنی، چه مال کنکور سراسری باشه، چه مال کنکور ارشد حتی. گام اول حذف الکی هاست که توضیح خواهم داد الکی اصلا یعنی چی. گام دوم تعیین معلوم مجهوله. گام سوم تعیین مفرد و جمع فعله. و گام چهارم تعیین زمان فعله. زمان حالا یا التزام، التزام یعنی همون شود و می و ماست و امثال اینها. بذار بنویسم تو پرانتز زمان یا التزام. التزام بعدا درس میدیم. تو عین دستور آشپزی باید از بالا شروع کنی، مراحل رو طی کنی، بیای این پایین. بعضی از اوقات ممکنه تو مرحله دوم به جواب برسی، یعنی نیازی به بعدی ها نباشه. بعضی از اوقات ممکنه کار به مرحله سوم هم بکشه. بعضی از اوقات ممکنه کار به مرحله چهارم هم بکشه. خوب به جملم دقت کن چی میخوام بگم. 4 مرحله است انتخاب فعل. دونه دونه باید چک کنیم بیایم پایین. تعیین زمان آخرین مرحله است. تعیین زمان آخرین مرحله است. نتیجه اخلاقی، نتیجه علمی اصولی که بهت نمیگن. زمان کم اهمیت ترین ویژگی فعل. الله اکبر. یعنی چی استاد؟ خیلیاتون حتی بچه قویات تا یه تست میبینن مربوط به فعل، او برم ببینم حال ساده مثلا نیازه، گذشته استمراری نیازه، حال کامل میخوام. نه آقا، درسته این چیزا وجود داره، ولی اگر بخوای یه فعل صحیح رو توی تست انتخاب کنی، نه تو کنکور، تو هر سطحی، اول باید این مراحل رو چک کنی. اول معلوم مجهول و الکی ها، بعد مفرد و جمع. اگر کار به زمان کشید، اون وقت بری سراغ زمان. برو نگاه کن، تایید حرفم رو خواهی دید. ده 15 سال اخیر کنکور رو که میری نگاه میکنی، ده 15 سال اخیر قشنگ شناسنامه کنکور، 60-70 درصد تستای مربوط به فعل اصلا به این گام نمیرسن. تست تو همین دو سه مرحله اول جوابش در میاد. 20-30 درصد هم کار به اینجا میکشه ها، که خب ما زمانها رو کاملتر از هر کاملی که تصورشو بکنی بهتون آموزش خواهم داد. ولی بدون زمان توی ویژگی های یک فعل کم اهمیت ترین ویژگی فعله. این خیلی مهمه. میخوای دلیل علمیش هم بهت بگم، شفاهی فقط میگم بدونی. معلوم مجهول و مفرد و جمع که با هم یاد خواهیم گرفت، مطلقاً معلوم مجهول و مفرد و جمع مطلقاً زمان نسبیه. یعنی چی؟ به معلماتون هم بگید یاد بگیرن. معلوم مجهول و مفرد و جمع مطلقاً زمان نسبیه. یعنی اگر توی تستی فعل معلوم نیازه، دیگه عمرن فعل مجهول نیاز نیست. اگر توی تستی فعل مفرد نیازه، دیگه عمرن فعل جمع نیاز نیست. ولی ممکنه توی تست گذشته ساده درست باشه، ولی گذشته استمراری درست تر باشه. حال کامل درست باشه، ولی حال ساده درست تر باشه. زمان نسبیه، واسه همین اهمیتش از این دوتا کمتره. تو انتخاب یه فعل صحیح اول باید اینا چک بشه، بعد این. این خیلی مهم بود که اون بالا اول جزوتون باید اینو بنویسین، وارد کنید. حالا دونه دونه میخوایم اینها رو با هم باز کنیم، آنالیز کنیم، بشکافیم، بریم جلو. این خودش تکمیل کردنش تقریبا 2 جلسه طول میکشه، ولی بعد از این 2 جلسه 8-16 درصد کنکور تو جیبمونه. حذف الکی ها. حذف الکی ها اصلا یعنی چی؟ استاد من تا حالا همچین چیزی رو نشیدم جایی. حق داری. بعد نهم دهم بهت میگفتن، هیچکی به این موضوع توجه نکرد. بیا حذف الکی ها ببین. حذف الکی ها یه موقع است مثلا توی گزینه فعلی وجود داره توی تست،
بذار اصلا رو خودمون تسته. صفحه خالی رو بده. همین خوبه. مثلا این فعل وجود داره، مثلا حال کامله، ولی تو این تست تو حال کامل نیاز نداری، جواب نیست. چه میدونم این یکی مثلا گذشته استمراریه، این بابا وجود داره ولی تو این تست جواب نیست. ولی یهو میبینی گزینه سه اصلا وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی اصلا گزینه فیکه. الکی لغتای فعل و کنار هم چیده، میخواد ببینه تو چقدر تو باقی میتونی یه فعل واقعی یا فیکو از هم تشخیص بدی یا نه. پس مد شده، یه موقع ممکنه گزینه‌ای به تو بدن که اصلا گزینه وجود خارجی نداره تو انگلیسی. صورت تست هر چی باشه عمرن این جواب نیست. اصلا همچین گزینه‌ای که مثلا بهت میده هیچ جای انگلیسی وجود نداره که بخواد جواب باشه. ما میخوایم این فعلای فیک رو اول بشناسیم. واسه اینکه فعلای فیک رو بشناسیم باید قوانین فعل سازی رو بلد باشیم، قواعد و قوانین فعل سازی که مربوط به نهم و دهمه. بیایم با هم قواعد فعل سازی رو جزوه بگیم. جزوه رو بده. هر فعلی که یکی از قوانین زیر را رعایت نکند وجود ندارد. هر فعلی که یکی از قوانین زیر را رعایت نکند وجود ندارد. قوانین چیاست؟ صفحه خالی رو بده. استریم صفحه رو بده بچه ها. واسه این موضوع باید ساختار فعل انگلیسی رو یاد بگیریم. ساختار فعل انگلیسی به طور کلی فعل در انگلیسی بچه ها این شکلیه: اوکس یک، اوکس دو، اوکس سه، وی. اوکس مخفف اگزیلیاری یعنی همون فعل کمکیه. پس این سه تا فعل کمکی هن، فعل کمکی. وی فعل اصلیه، اون قسمت معنادار فعله که انجام کار رو نشون میده. یه فعل در انگلیسی میتونه بین 0 الا 3 کمکی داشته باشه. یه فعل در انگلیسی میتونه بین 0 الا 3 کمکی داشته باشه. مثال بزنم برات. went یه فعل انگلیسیه، چند تا کمکی داره؟ 0 تا. یه لغته، وقتی فعل یه لغته حتما اون یه لغت فعل اصلیه. خب بریم دوباره رو صفحه. will go، خب این یه فعل اصلی دارد و یک کمکی. have been doing، این یه فعل اصلی و دو تا کمکی. یه دونه دیگه. معنی اینا رو کار ندارم و فعلا میخوام با ساختمون فعل انگلیسی آشنا بشین. should have been done یک فعل اصلی و یک، دو، سه فعل کمکی. بیایم اینجا. پس ساختار فعل تو انگلیسی کلن این شکلیه: فعل یه کلمه داره که فعل اصلیه، حالا قبل از اون فعل اصلیه میتونه بین 0 الا 3 تا
فعل کمکی بشینه. اینجا صفر تا است، اینجا یه دونه، اینجا دو تا، اینجا سه تا. تا اینجا چیز خاصی نگفتم. قصه قوانین فعل سازی از اینجا شروع میشه، از اینجایی که میخوام بهت بگم. خوب دقت کن، قیافه هر کدوم از این فعلا، یعنی قیافه فعل دو، فعل سه، خود فعل اصلی، بستگی به فعل پشت سریش داره. یعنی قیافه فعل دو رو فعل کمکی یک تعیین میکنه، قیافه فعل سه رو فعل کمکی دو تعیین میکنه، قیافه فعل اصلی رو فعل کمکی سوم تعیین میکنه. یعنی در واقع فعل کمکی یک میگه آقا بعد من باید این قیافه بیاد، دومی میگه بعد من فقط از این قیافه باید استفاده بشه، سومی میگه آقا بعد من فقط چهره و قیافه فعل باید این شکلی باشه. و این میشه قواعد فعل سازی. به عبارت دیگه هر کدوم از فعلای کمکی یه سلیقه خاصی دارن که این سلیقه رو رو جلویشون اعمال میکنن، این سلیقه ها رو جلویشون اعمال میکنن. فعل اگر بخواد وجود داشته باشه باید اون سلیقه ها رو رعایت کنه. پس قیافه هر فعل به فعل پشت سریش بستگی داره. قبلش ببینیم خب اصلا فعل چند تا قیافه میتونه داشته باشه. زمان نه ها، زمان نه ها، زمان گذشته و حال و آینده و اینجور چیزاست. قیافه فعل الان بنویسم منظور من رو متوجه میشین. منظور از قیافه فعل اینه، فعل یا قیافش ساده است، یعنی مصدر بدون توه، قیافه ساده فعل، یا قیافش آینجیه، یعنی تای فعل آینجی اضافه میشه، یا پی پیه که حالا بهش قسمت سوم هم میگیم، پس پارتیسیپل. یه قیافه هم هست کمتر دیدیمش ولی اونم یاد بگی، قسمت دوم. این قسمت دوم بدبخت فقط یه جا کاربرد داره، فقط تو گذشته ساده، فقط در گذشته ساده، فقط در گذشته ساده. الان went قسمت دوم فعله. ببین فعلای بیقاعده، فعلای بیقاعده سی، سا، سین. الان اون سا قسمت دوم اون وسط، همین فعلی که گفتیم went، go، went، gone. went اون قسمت دومه. قسمت دوم ذهنتو درگیر نکنه، قسمت دوم فقط یه جا کاربرد داره، اونم گذشته ساده است. ستای اصلی همون در واقع اینان، قیافه ساده فعل، قیافه آینجی دار فعل و قیافه پست پارتیسیپل فعل. هر کدوم از کمکی ها میگن آقا بعد خودمون چی دوست داریم؟ یکی میگه من بعد خودم ساده دوست دارم، یکی دیگه میگه من بعد خودم فقط آینجی دوست دارم، یکی دیگه شون میگه نه آقا بعد از من لطفاً فقط پی پی. میخوایم این قواعد رو یاد بگیریم که هر فعل کمکی بعد خودش چه قیافه‌ای رو میپذیره. برای چی میخوایم اینو یاد بگیریم؟ برای اینکه فعل فیک الکی تو گزینه‌ها به خوردمون ندن، تا دیدیم بتونیم خطش بزنیم. ببین این موضوع زیاد تو کنکور تا الان نیومده ها، شاید دو سه بار تو سالهای اخیر با فعل فیک بچه‌ها رو سر کار گذاشتن، ولی لازمه که یاد بگیریم. دو سه بارم دو سه باره. خب بیایم رو جزوه‌مون. خب پس منظور از قوانین فعل سازی اینه، میخوایم ببینیم بعد از هر کدوم از افعال کمکی قیافه فعل به چه شکل میتونه باشه. بعد از هاو، هز و هد، بعد از هاو و هز و هد قیافه فعل همیشه باید به شکل پست پارتیسیپل باشه. ببین پست پارتیسیپل چیز عجیب غریبی نیست، با قاعده هاش که ایدی میگیره، بی قاعده هاش هم حفظیه. با قاعده ها ایدی، بی قاعده ها حفظی، همون ستون سوما که مهماش تو جزوتون هست. الان مثلا ما کلا تو انگلیسی had going نداریم، چه میدونم has went نداریم، بعد هوا has و had فقط پس پارتیسیپل فعل به کار میره. بعد دو دازو دید فقط فعل ساده میاد، بعد از دو دازو دید فعل فقط ساده میاد. یعنی مثلا
ما جایی تو انگلیسی didn't going نداریم. چه میدونم doesn't gone نداریم. فقط بعد دو دازدید فعل ساده میاد. didn't go, doesn't go, don't go. حالا همه دارم با رفتن مثال میزنم دیگه. بعد از افعال کمکی مودالز که خب تو دهم با این بعد آشنا میشدید. مودالز ها خیلی هن افعال کمکی مودال یا ناقص. اونایش که ما باش کار داریم ایناست. ویلو وود. یه سوال، ما چت هم داریم دیگه ها؟ کنو کود شلو شود میو مایت. اینا رو بعدن به شدت درس خواهیم داد مودال ها رو. فعلا میخواییم با قیافه شون آشنا بشیم. کیان چیان ماست و اوت تو. ویلو وود کن و کود شل شد میو مایت ماس و اوت تو. بعد مدال ها فقط فقط ساده میاد. فقط ساده میاد. یعنی مثلا آقا چه میدونم کن دوینگ هر جا دیدی خط بکش روش. ویل گوز حتی اس سوم شخص هم فعل بعد اینها نمیگیره. بعد از اینها فعل فقط به شکل ساده میاد. بعد از تو بی ها فعل به چه شکلی میاد؟ چند تا بده بچه ها توش بنویسن. بچه ها بعد از افعال تو بی فعل به چه شکلی میاد؟ بعد از افعال تو بی فعل چه جوری میاد؟ همین جلسه اولی میخوایم با هم تعامل شروع کنیم. ماژول هم که داریم دیگه اگر یه موقع خواستیم. کتاب ها فرقی نکرده. کاربر کاربر کاربر. یه سری تنو اسم ندارین. خب چطو بیا تا پایین. چرا نیومدی؟ آها بچه ها بعد از افعال تو بی فعل چه شکلی میاد؟ تایپ کنن همه. سلام به روی ما همتون. عرفان میگه آی ان جی، کاربر آی ان جی، آی ان جی، آی ان جی پی پی. خوبه بقیه؟ چشه چت؟ آی ان جی پی پی، آی ان جی پی پی. خوبه خوبه خوبه. باری کلا باری کلا باری کلا باری کلا به اونایی که میگن بعد از تو بی آی ان جی میاد. احسنت به اونایی که میگن سلام به روی ما همتون. درست شد دیگه الان؟ چطمون بچه های ریفرش نیاز داره. باریکلا به اونایی که میگن بعد از تو بی آی ان جی میاد. احسنت به اونایی که میگن بعد از تو بی هم آی ان جی میاد هم پی پی. او این خونواده که بدون شک کلن خاندان تو بی علیه السلام خفنترین افعال کمکی و پرکاربردترین افعال کمکی هن. بعدشون دو تا قیافه ممکنه، هم آی ان جی هم پی پی. یعنی هم ایز مثلا دوینگ درسته، هم ایز دان درسته. جفت اینها وجود دارن. معنیشون زمین تا آسمون با هم فرق میکنه ها، ولی جفتشون وجود دارن. بعد تو بی ها هم آی ان جی میاد هم پی پی. فقط یه مطلب، خانواده تو بی را حفظ باشیم. am is are was were این پنج تا رو زیاد دیدیم. و بی been being. اوه استاد این خانواده هشت قیافه دارن. فعل تو بی پر قیافه ترین فعل انگلیسیه. هشت قیافه داره. am و is و are و was و were. اما ایزارش توی زمان حاله، وازاورش واسه گذشته است. بی و بین و بینگ چیه؟ جالبه، اینم تو ذهن داشته باش.
بی شکل ساده توبیه، بین پی پیشه، بینگ هم که تابلو آی ان جی شه. اه استاد یعنی اینم پی پی توبی آی ان جی داره؟ آقا اینم آدم فعله، چرا نداشته باشه؟ پس فعل توبی اما ایزو آر واز اوور، بی شکل ساده فعل توبی، بین شکل پی پیش و بینگ شکل آی ان جیش. بعد از تمامی توبی ها، بعد از تمامی توبی ها به جز یه دونشون، هم آی ان جی میاد هم پی پی. پس چی شد؟ 8 توبی داریم، بعد 7 داش هم آی ان جی میاد هم پی پی. یه دونشه که میگه آقا بعد از من آی ان جی رو بیخیال شو، فقط پی پی لطفاً. اون یه دونم بینگه، بینگ یکم لوس بازی در میاره. بعد از همه توبی ها به جز بینگ هم آی ان جی میاد هم پی پی، ولی بینگ میگه آقا من بدبخت خودم آی ان جی دارم دیگه، بیخیال شو، بعد از من آی ان جی نیاد، بعد از من فقط پی پی. پس بعد از همه توبی ها، بعد از همه توبی ها به جز بینگ، بعد از همه توبی ها به جز بینگ هم آی ان جی به کار میره هم پی پی. اما بینگ میگه بعد از من فقط پی پی بیاد، چون خودم آی ان جی دارم دیگه، بعد از من آی ان جی رو بیخیال شین. این هایی که نوشتیم قواعد فعل سازیه، یعنی اگر یه فعل بخواد وجود داشته باشه، اون صفحه رو بده، یه فعل بخواد وجود داشته باشه، بین تک تک کمکیهاش باید اون 5 قاعده رعایت شده باشه. یه جاشم اون قواعد نقض بشه، یعنی اون فعل فیکه، الکیه، تا تو گزینه‌ها دیدی میتونی زرتی خطش بزنی، یعنی اصلا به صورت سوال ربطی نداره. پس باید دونه دونه هر فعل با بعدیش بسازه، قواعد رو رعایت کنه. فعل کمکی دو باید سلیقه فعل کمکی یک رو رعایت کنه، سه باید سلیقه دو رو رعایت کنه، فعل اصلی باید سلیقه کمکی سه رو رعایت کنه. حالا میخوام همین رو با هم تمرین کنیم، جا بیفته. به این مدلی من یه جایی شروع میکنیم که مطمئنم، نه اینکه شاید، مطمئنم تو هیچ کلاسی این مدلی ورود به زبان براتون نخواهند کرد. وظیفه‌مو دارم انجام میدم. اینها حرفایی که باید تو نهم دهم باهاش آشنا میشدید، متاسفانه اصلا کسی براتون مطرحش نکرده که بدونی اصلا همچین چیزی هم هست. الان با هم قشنگ یاد میگیریم و بعد کارمون رو ادامه میدیم. برو جزوه. بریم صفحه بعدی. تمرین 0. بچه‌ها تو جزوه گرامرتون علاوه بر اون 600-700 تا تست گرامر، نزدیک 50-60 تا هم تمرین داریم. تمرین هایی که ما را آماده میکنه بهتر تست بزنیم. تمرین 0 میگه کدام یک از افعال زیر الکی است، یعنی وجود ندارد. کدام یک از افعال زیر الکی است، یعنی وجود ندارد. خب من تا میخوام اینو توضیح بدم، یه ماژول درست کن تو تستا، دو گزینه ای، گزینه یکش به جای گزینه یک بنویسید وجود دارد، دومی رو بنویسید وجود ندارد، بعد من این فعلا رو شماره بزنم بچه ها انجام بدن. یه ماژول اینجوری درست کن تا ادامه کار. الان میخوام ببینم has been do وجود داره یا وجود نداره. خب بعد have و has و had، بعد have و has و had گفتیم چی میاد؟ پی پی میاد، درسته؟ بینم که پی پی فعل توبیه. پس اینجا قواعد رعایت شده، بین این دوتا قواعد رعایت شده. بین خودش یه توبیه، بعد توبی ها گفتیم یا پی پی میاد یا آی ان جی. خب دو که الان ساده است، پس این فعل اصلا وجود نداره، این فعل فیکه، علکیه، سرکاریه. چی کار کردم؟ اومدم گفتم خب بعد از خاندان هاو، هاو و هز و هد باید پی پی بیاد، بین پی پی فعل توبیه، اینجا اوکی، قانون رعایت شده بود. بعد از توبی ها یا پی پی می اومد یا آی ان جی، ولی دو ساده است، آی ان جیش که میشه دوینگ، پی پیش هم میشه دان. خب این هیچ کدوم اونها نیست، این ساده است. پس همچین چیزی کلا تو انگلیسی وجود نداره. این میشه چک کردن قواعد فعل سازی.
کلا تو کنکور تا حالا 3-4 تا بیشتر ازش نیومده، ناخونک یواشکی زده، ولی ما باید احتیاط رو رعایت کنیم. یه دونه دیگه چک کنم واسه. بعد ویل مودال بود دیگه، ویل و وودکن و کوچلو شد، اینها مودال بودن. بعدشون باید ساده بیاد. خب آها اینا بهت گفتم اینجا دیگه. بی چیه؟ بی ساده است. ساده است. خب پس اینجا قواعد رعایت شده. خود بی تو بیه، بعد تو بی ها یا پی پی میاد یا آی ان جی. خب اینجا هم قواعد رعایت شده، پس این بند خدا وجود داره. معنیش چی میشه؟ به تو چه؟ من الان دنبال معنی نیستم، من فقط الان میخوام تشخیص بدم کدوم یکی از این فعلا علکی فیک، کدوم واقعی. همین الان میخوام ببینم کدوم وجود داره کدوم وجود نداره، بودن یا نبودن. مسئله این است تو تمرین صفر، معنی زمان اینجور چیزها رو نمیخوایم. یه دونه دیگم من بگم، بقیه رو شما حرکت بزنید. هاو سا. خب بعد از هوا هزاحت باید پی پی بیاد. فعل سی، سی قسمت دومش سا، پی پیش سین. او سا قسمت دومه، پس اینم وجود نداره. بعد از هوا هزاحت باید پی پی بیاد. گرفتین چی شد؟ خب من این فعلا رو شماره میزنم که بچه هم راحت بتونن تو سیستم وارد کنن. شما هم ماژولاشو اوکی کنید. 1 2 3 که اینا رو من جواب دادم. 4 5 6 7 8 9 10 و 11. این فعلا جلوتون با توجه به قواعدی که گفتیم تشخیص بدید کدوم وجود داره کدوم وجود نداره. بهتون الان ماژول داده میشه، هر کدوم از اینها دو تا گزینه داره، تو یکیش نوشته وجود دارد، یکیش نوشته وجود ندارد. درسته؟ بسیار عالی. 2 دقیقه وقت. بسم الله.
بریم ببینیم. آفرین، 77%تون گفتید وجود ندارد. کاملا درسته. ببینید، بیا اینجا نشون بدیم. بیا بیا بیا. درسته، بعد توبی آی ان جی اومده، ولی خود وازم توبیه، باید بعدش یا پی پی بیاد یا آی ان جی. بی ساده است، پس این وجود نداره، وجود نداره. پنجمی رو بده. پنج. مرسی. 93%تون گفتین وجود دارد. دمتون گرم، چه بچه هایی، باریکلا. بعد ماست مدال، باید ساده بیاد. بی ساده است. بعد بی تو بیه، باید یا آی ان جی بیاد یا پی پی. خب اینم وجود داره. معنیش چی میشه؟ آقا به تو چه، گیر به معنی نده. ما الان داریم کار دیگه میکنیم. ما حرفه‌ای‌تر از این صحبت ها که بخوایم از اول با معنی و اینجور چیزا شروع کنیم پیش میریم. آر واچت، آر واچت تو بده. شیشو، شیشو. او اختلاف بین علما. 60% میگید وجود دارد، 34% میگید وجود ندارد. ببند اینو بچه ها. آر یه توبیه، بعدش میتونه پی پی بیاد، میتونه آی ان جی بیاد. خب ایدی ها، رفیقایی که گفتید وجود نداره، ایدی ها با قاعده پی پی همون ایدیه. یعنی فعل وقتی با قاعده است، پس پارتیسیپل حتما داره. مگه میشه فعل پس پارتیسیپل نداشته باشه؟ منتها پس پارتیسیپلشون ایدیه. با قاعده ها اصلا واسه این بهشون میگن با قاعده. قسمت دوم سومشون، یعنی قسمت دو و قسمت سه پس پارتیسیپل، ایدی میگیره، قاعده داره. که 90% فعلام اینان، با قاعده هان. آره این وجود داره، وجود ندارد. باریکلا. بعد از مدال ها باید ساده بیاد. خب سین که ساده نیست، پس این وجود ندارد. هشتمی هات فایت، وجود داره یا نداره؟ هشتمی آمارینه. 62% میگید وجود نداره، 31% میگید وجود داره. اون 31%ی که میگید وجود داره قربانی یه توطئه شدید. این بنده خدا رو پی پیشو کمتر دیدید. فایت پی پیش هست، فاوت این پی پیشه. بعد هوا از احد میدونستین بعد پی پی بیاد، ولی پی پی این فعله رو نمیشناختید. بی قاعده ها یه سریاش مهمه و ما حفظ نیستیم. تای کتاب دهم آورد خندیدی حفظ نکردی، تای یازدهم آورد خندیدی حفظ نکردی، تو جزوت آوردم نخند، حفظ کن. گروه بندی هم کردم، سری میتونیم حفظ بشیم. لازمن. ببینید افعال بی قاعده، افعال بی قاعده که تقریبا 10-15% شاید کل فعل ها بشن، این جدول ضرب میمونن. شاید تو کنکور مثلا شما هیچ وقت جدول ضرب مستقیم سوال نداشته باشه، ولی تو دل تست ها بهش نیاز پیدا میکنی. حفظ بودن افعال بی قاعده پس پارتیسیپلشون قسمت دوم سومشون عین همون جدول ضرب است. باید بلد باشیم. آره این وجود نداره. نهمی رو بگید ببینم، نهمی رو بگید ببینم. 70% میگن وجود داره، 23.6% میگن وجود نداره. چک کنیم اینو. بعد از ویل باید ساده بیاد. بچه ها ساده فعل هاو خود هاوه، چون مصدرش بوده تو، هاو توشو برداشتن. هز و هد ساده نیست، هز و هد ساده نیست. بعضی ها اینو نمیدونن، تو این مورد خیلی جا دیدم یه اشکال دارن. ساده فعل هاو خود هاو است، هز نیست، هد نیست. این قاعدش. خب بعد هوا هز و هد، بعد از ویل ساده اومده، بعد از هوا هز و حد باید پی پی بیاد اومده، بعد از توبی هم باید آی ان جی بیاد اومده. پس این بابا وجود دارد. حالا چه زمانیه؟ به تو چه؟ این آینده کامل استمراریه. خود انگلیسی زبان هم سال بیاد ماه بره شاید یه دفعه استفاده کنن، ولی ما میخوایم فیک بودن نبودن فعلا رو بشناسیم. این برامون مهم. دهمی رو بگو ماژولشو. 70 اینه. 82% میگن وجود نداره. یه سوال، من هی این دو تا عدد رو با هم جمع میزنم صد نمیشه، چرا؟ 82% میگن وجود نداره. شاید یه تعدادی جواب ندادن. 82% میگن وجود نداره.
و درست میگن. آقا بیا اینجا. بعد از مدال باید ساده بیاد و نیامده و فاتحه من صلوات وجود نداره. و آخری should have been eaten. آمارشو بده. should have been eaten. 70% میگن تقریبا 70% میگن وجود داره. 24% میگن وجود نداره. ببند اینو. بعد شود باید ساده بیاد که اومده. اینو شاید اون موقع نمیدونستین یه سریاتون دیگه الان میدونید. بعد هفت باید پی پی بیاد اومده. بعد از بینم باید یا پی پی بیاد یا آی ان جی که اومده. پایینم وجود داره. معنیش هم به ما ربطی نداره. پس ما تا الان فهمیدیم که آقا فعل فیک به ما داد، فعل علکی به ما داد یعنی چی؟ حذف علکی ها رو بلدیم. دیگه گزینه قلابی نمیتونه جاساز کنه تو تست به ما بده. یه سری گزینه ها رو قبل دیدن صورت سوال خط میکشیم روش. اینا میشن علکی ها. این شد مقدمات و تازه رسیدیم به اصلی ترین گام، معلوم و مجهول. معلوم و مجهولی که اگر خوب بهش مسلط بشیم نصف راه رفتیم. معلوم مجهول تو کتاب دوازدهمتون هم تو درس یک بررسی کرده، هم طاقت نیورده دیده مهمه، یه بار دیگه هم تو درس سه بررسی کرده. کل کتاب دوازدهم بچه ها سه درسه، کل دوازدهمت سه درسه. از این سه درس دو درسشو درگیر معلوم مجهول کرده، پس چیز مهمیه و تو کنکور حتما سوال داره، سوالی که ربط به معلوم مجهول داشته باشه. یه دونه که قطعیه، ولی معمولا دو تا تست های مربوط به فعلتون به معلوم مجهول برمیگرده. بیا معلوم مجهول رو از یه زاویه دیگه‌ای بررسی کنیم، یه جور دیگه ورود کنیم بهش، یه جوری یاد بگیریم که تا قیام قیامت هر چی تست معلوم مجهول گذاشتن جلوی ما بتونیم راحت جواب بدیم. یه 5 دقیقه 10 دقیقه با من باش، نگاهتو درست کنم تو معلوم مجهول. اینم بذارم این جیبم. سفر بده بچه ها، استریم بده. رنگم هم عوض کنم دیگه، خسته شدم این رنگا. نه زرده خوبه، بذار باش. نه زردم هم میکنم قرمز، چه کاریه. یک نکته مهم و همیشگی، در جمله هیچ فعلی بی صاحب نیست، یعنی هر فعل مالکی دارد. منظورم چیه؟ منو نگاه. هر فعل مالکی دارد. خب میدونیم فعل انجام کار یا روی دادن حالت. خب این انجام کار باید یکی سر بزنه، این روی داده حالته باید توسط یکی ایجاد بشه، به اون میگیم صاحب فعل. خب استاد این همون فاعل دیگه، یه جاهایی ممکنه فاعل نباشه، خواهی دید. استاد این همون نهاد مگه نیست؟ نه یه جایی ممکنه نهاد نباشه. گوش بده به من الان برات جا بیفته. پس هر فعل صاحبی دارد. بیا 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 الان توی این جمله فعلم هست سا، توی این جمله فعلم هست سا. سفر بده بچه ها. My little brother saw him yesterday. خب صاحب فعل سا دیدن کیه؟ My little brother. My little brother. عمل دیدن الان از برادر من سر زده. عمل دیدن الان از برادر من سر زده. این میشه صاحب فعل. تو این یکی مثال فعلم هست was being watched. The match was being watched by people. شاید الان یه سریاتون بگید خب صاحب این فعل پیپله. نه عزیزم، صاحب این فعل دمچه. صاحب این فعل دمچه. ای استاد خودت گفتی صاحب فعل اونیه که فعل ازش سر میزنه. خب تماشا کردن که مردم سر زده باریکلا، ولی این فعل معنیش میشه تماشا شدن. معنی این فعل میشه تماشا شدن. تماشا شدن از کی سر زده؟ آن از دمچ.
لوکیشن بهت بدم راحت باشی. عموما در حد دبیرستان همیشه میشه گفت که اگر این فعل صاحبش، صاحب فعل یه اسم یا ضمیره که قبلشه، خب انگلیسی اینوری نوشته میشه دیگه، در حد دبیرستان تقریبا 99% جاها تو انگلیسی حتی مقاطع بالاتر صاحب فعل یک اسم یا ضمیره که قبلش نشسته، صاحب فعل یک اسم یا ضمیره که قبلش نشسته. اینم لوکیشنش. از نظر مفهومی هم دیده شدن الان از مسابقه سر میزنه. پس داریم کم کم با مفهوم صاحب فعل و مکان قرارگیریش آشنا میشه. He's watching TV. خب عمل تماشا کردن تلویزیون از هی سر زده. حالا این یکی. The book was published last week. کتاب هفته پیش منتشر شد. عمل منتشر شدن از کتاب سر زده. الان بوک صاحب فعل منتشر شدنه. انتشارات منتشر کرده. ولی منتشر شدن از کتاب سر زده. صاحب فعل یک اسم یا ضمیره که قبلش نشسته. او او اینجا چه باحاله. I told Ali to wash the car. اینجا دو تا مفهوم فعلی داریم. استاد جانم، به ما سالهای قبل گفتن که to wash مصدره. خب درست گفتن. مصدرها هم مگه صاحب دارن؟ 100%. او نه تنها فعل اصلی جمله صاحب داره، مصدرها هم عموما از یکی سر میزنن. مصدر انجام کار رو نشون میده، حالا زمان نداره، اون مصدرها هم صاحب دارن. جالب شد قضیه. پس مصدرها هم صاحب دارن. بیایم ببینیم چه خبره. تولد گفتن از کی سر زده؟ آی. پس آی میشه صاحب تولد. اینا هاش دیگه، یک اسم یا ضمیر قبل از فعل. شستن از کی سر میزنه؟ از علی. پس صاحب تو واش میشه علی، صاحب تولت میشه آی، یک اسم قبل از اون فعل. پس میبینی که الان علی صاحب تو واشه، ولی اصلا فاعل جمله نیست، نهاد جمله نیست. پس صاحب فعل یه مفهومی بالاتر و عمیق‌تر از فاعل و فعل و مفعول و اینجور چیزاست. هر فعلی یه صاحبی دارد، هیچ فعلی بی صاحب نیست. و اون صاحب در حد دبیرستان عموما یک اسم یا گروه اسمی و یا ضمیره که قبل از اون فعل است. پس اینم بذار اینجا تو شکل مشخص کنم. الان آی صاحب تولد است، علی صاحب تو واش. حالا چرا بعضی وقتا فلش رو اینوری میزنم اونوری میزنم؟ ببین اینجا الان فلش اینوریه، اینجا اینوری. اینا رو بعدا میفهمی چرا، اصلا چیز مهمی نیست. آخری آخری هم قشنگه. He wants his job to be finished. To be finished مصدر با توی مجهوله. عمل خواستن از کی سر میزنه؟ از هی. عمل تمام شدن از کی سر میزنه؟ از his job. او میخواهد، خواستن از او سر میزنه، کارش تمام بشود. تمام شدن از کارش سر میزنه. هی صاحب وانس، هیز جاب صاحب تو بی فینیشت. استریم سفر بده بچه ها. همانطور که میبینیم عموماً صاحب فعل یک اسم یا ضمیر قبل از آن فعل است. صاحب فعل یک اسم یا ضمیر قبل از آن فعل است. تا اینجا با یه مفهومی که شاید تا الان اینجوری بهش نگاه نکرده بودی آشنا شدی به اسم صاحب فعل، و گفتیم هیچ فعلی بی صاحب نیست، هر فعل مالکی داره. حالا میخوام با این صاحب فعل کلی کاروبار انجام بدیم. بریم صفحه بعد. بریم صفحه بعد. خوبه؟ دو نکته مهم و بنیادی. دو نکته مهم و بنیادی. بنیادی یعنی چی؟ یعنی اینی که میخوام بهت بگم تو فارسی، تو انگلیسی، تو عربی، تو مغولی، تو افغانی، تو هر زبانی که فکر کنی این وجود داره. یه مفهوم ذاتیه تو زبان. عموماً این که میگم عموماً یعنی 95-99% اوقات. درگیر اون یه درصده نشو نیاز باشه میگیم.
عموماً بین فعل و صاحبش، بین فعل و صاحبش یا رابطه کنندگی است یا رابطه شوندگی. عموماً بین فعل و صاحبش یا رابطه کنندگی است یا رابطه شوندگی. استریم سفر بده بچه ها. گفتیم هر فعلی یه صاحبی داره. بین فعل و صاحبش، دارم همون جمله بالا رو نموداری میکشم، یا رابطه کنندگیه یا رابطه شوندگی. بین فعل و صاحبش یا رابطه کنندگی یا رابطه شوندگی. یعنی چی؟ مثال بزنم. فرض کن فعلم باشه نوشتن و صاحبش باشه نامه. نامه می نویسه یا نوشته میشه؟ نامه نوشته میشه. هر جا شدن به کار بره رابطه شوندگی. دیوار و رنگ کردن فعلم هست، رنگ کردن، صاحبش هم فرض کن تو جمله دیوار باشه. دیوار رنگ میکنه یا رنگ میشه؟ دیوار رنگ میشود، پر رابطه شوندگیه. حالا نقاش و رنگ کردن فعلم باشه رنگ کردن، صاحبش باشه نقاش. نقاش رنگ میکنه یا رنگ میشه؟ آن این دفعه نقاش رنگ میکنه. فیلم و ترساندن، فیلم و ترساندن، فعلم باشه ترساندن، صاحبش باشه فیلم. فیلم میترسونه یا ترسونده میشه؟ فیلم میترسانه ما رو، پس رابطه فیلم و ترساندن میشه کنندگی. به ان فیلم و ترساندن مثال زدم که فکر نکنی به انسان و غیر انسان بودن بستگی داره. الان فیلم و ترساندن غیر انسانه، فیلم رابطه شون کنندگیه. پس ما تا قیام قیامت هم مثال بزنیم رابطه فعل و صاحبش یا کنندگی یا شوندگی. ماشین تعمیر میکنه یا تعمیر میشه؟ ماشین تعمیر میشود، پس رابطه ماشین و تعمیر کردن شوندگیه. مکانیک رو تعمیر کردن، مکانیک تعمیر میکنه یا تعمیر میشه؟ مکانیک تعمیر میکنه، پس رابطه مکانیک رو تعمیر کردن کنندگیه. غذای فاسد و مسموم کردن، غذای فاسد مسموم میکنه ما رو، پس رابطه غذای فاسد و مسموم کردن کنندگیه. این مفهوم کنندگی شوندگی تو همه زبانهای دنیا وجود داره، با یه بیان یه خورده دانشگاهی ترم اینو یاد بگیری ضرر نداره. بیا 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 تو شوندگی فعل روی صاحبش همیشه انجام میشه، تو کنندگی فعل توسط صاحبش انجام میشه. چیز جدیدی نیست، همون حرف قبلی است با یه بیان خورده دانشگاهی تر. نگاه 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 نگاه، گفتیم رابطه نامه و نوشتن شوندگیه. الان عمل نوشتن توسط نامه انجام میشه روی نامه؟ عمل نوشتن روی نامه انجام میشود، واسه همین رابطه شون شوندگی بود. یعنی توسط و رویه بیان دیگه ای از همون کنندگی شوندگی. خوف نکنی همونه، خواستم علمی ترم ببینی. معلم و نوشتن، معلم می نویسد، رابطه معلم و نوشتن، رابطه معلم و نوشتن کنندگیه. عمل نوشتن توسط معلم انجام میشه یا روی معلم؟ عمل نوشتن توسط معلم انجام میشود، پس تو کنندگی عمل توسط صاحب فعل انجام میشه، تو شوندگی عمل روی صاحب فعل انجام میشه. تا اینجا رو گرفتین؟ حالا واسه تمرین یه 8 دونه زوج اسم و فعل آوردم، فعل و صاحبش، فعل و صاحبش، فعل و صاحبش، فعل و صاحب، فعل و صاحب. تو هر کدوم اینها تعیین کن رابطه فعل و صاحبش کنندگی یا شوندگی. تو اون ماژولت هم وارد کن. ماژول هم بچه ها اون قسمت سوال ها رو تو چت میزنید، اون قسمت سوال ها رو بزنید میتونید برید جواباتون رو وارد کنید. خب من اینا رو شماره بزنم، شماها شروع کنید وارد کردن. 1 2 3 تستشون رو طراحی کردین؟ 5 6 7 اینم 8. یه گزینه رو بذارید کنندگی، یه گزینه رو بذارید شوندگی.
یه دقیقه وقت تعیین کنید بین هر کدوم این اسم و فعلا رابطه کنندگی یا شوندگی. بسم الله. خب استیودنت و رایت رابطه شون چیه؟ هشتاد و هشت درصد گفتین کنندگی. باریکلا درسته. دانش آموز می نویسد، عمل نوشتن توسط دانش آموز انجام میشه. فیلم و واچ، فیلم و واچ. هشتاد درصد گفتین شوندگی، 11% گفتین کنندگی. ببینیم. خب فیلم دیده می شود. بعضیاتون که اینو اشتباه می کنید میگید استاد خب فیلمو می بینیم. فیلمو می بینیم. خودت چرا وارد بازی می کنی؟ فیلم دیده می شود. خود فیلمو در نظر بگی. نگو فیلمو می بینیم. اوکی تو فیلمو می بینی. ولی خود فیلم دیده می شود. عمل دیدن روی فیلم انجام می گیره. بریج و بیلد. بریج میشه پل. خب سومی رو 77 درصدی سومیه شوندگی. باریکلا پل ساخته می شود. مرسی مرسی. چهارمی من و سی. مرد رو دیدن، مرد رو دیدن. ها بین علما اختلافه بچه ها. مرد وجود خارجی داره پس دیده می شود. از اون طرف چشم داره می بیند. یعنی من و سی رابطه شون هم کنندگی هم شوندگی. ای استاد مگه میشه؟ چرا نشه؟ بعضی وقتا رابطه فعل و اسم میتونه دو وجهی باشه. البته تو جمله فقط یکیش وجود داره ها، ولی شاید توی جمله رابطه شون کنندگی باشه،
توی جمله دیگه رابطهشون شوندگی باشه. پس ممکنه در 10% مواقع بین فعل و اسم هر دو رابطه وجود داشته باشه، هر دو رابطه میسر باشه. پس الان اختلاف بین علما طبیعی بود. بوک و رید کتاب خوندن. پنجمیه؟ گفتم آمارش ناامید کننده بود. بدوین چی شو؟ آفرین، 80%تون گفتین رابطهشون شوندگیه. کتاب خوانده می شود، عمل خواندن روی کتاب صورت می گیره. کارو واش، ماشینو شستن. کارو واش، ششمیه؟ مرسی. 80% ماشین شسته می شود. باز نگید ماشینو می شوریم. تو چی کاره ای؟ چرا خودتو میاری تو بازی؟ خود ماشین می شوره یا شسته میشه؟ شسته میشه. عمل شستن روی ماشین انجام میشه. میخوام این قشنگ جا بیفته. پیپل و اینوایت، یعنی خوباست. او همون توقعی که داشتم. باز بین علما اختلافه. اون 38%ی که گفتید مردم دعوت میشوند، خیلی چترید. نمیشه که تو همش دعوت بشوی. اون 54%ی که گفتید مردم دعوت میکنن، دمتون گرم، خیلی مشتین، فقط میخواین هی دعوت کنید. آقا پیپل و اینوایت هم هر جفتشه. مردم هم ممکنه دعوت بکنن، هم ممکنه دعوت بشن. مثل من و سی میمونه، دو وجهیه. باریکلا. فود و ایت، غذا و خوردن، تقریبا 80% گفتین غذا خورده میشود. بله، عمل خوردن روی غذا اتفاق میفته. بسیار خوب، ما تا قیام قیامت هم مثال بزنیم بین فعل و اسم اگر بخواد رابطه وجود داشته باشه، یا کنندگی یا شوندگی. حالا میخوام برسم به اون گام خفنی که باهاش بریم تست بزنیم، صفا کنیم. استریم سفر بده بچه ها. یه رنگ شارپ هم انتخاب کنم. اگر رابطه فعل و صاحبش شوندگی بود، نوع فعل مجهول است، و اگر رابطه فعل و صاحبش کنندگی بود، نوع فعل معلوم است. مثال بزنم یعنی چی؟ چون یه اصل زبانیه، از فارسی خودمون کمک میگیرم. مثلا غذا و خوردن رابطهشون شد شوندگی. غذا و خوردن رابطه شوندگی. حالا تو زمانهای مختلف من مثال بزنم، دقت کن. غذا خورده شد مجهول، غذا خورده می شود مجهول، غذا خورده خواهد شد مجهول، غذا خورده شده بود، غذا خورده شده است، غذا دارد خورده می شود. زمان عوض شد ولی همه فعلا مجهول بود. چرا؟ چون رابطه غذا و خوردن شوندگیه. یعنی معلوم مجهول هیچ ربطی به زمان نداره. معلوم مجهول به رابطه بین فعل و صاحبش بستگی داره و دیگر هیچ. یه مثال دیگه، شاید این شانسی بود. نامه و نوشتن رابطهشون شوندگیه. تو زمانهای مختلف نگاه، نامه نوشته شد، نامه نوشته میشود، نوشته خواهد شد، نوشته شده بود، نوشته شده است. زمان داره عوض میشه ولی همه فعلا مجهول بود. چرا؟ چون رابطه نامه و نوشتن شوندگیه. اگر رابطه فعل و صاحب شوندگی باشه، نوع فعل حتما مجهول است. برای معلومش هم مثال بزنیم. معلم و نوشتن، رابطه معلم و نوشتن کنندگی، عمل نوشتن توسط معلم انجام میشه. حالا معلم نوشت، معلم می نویسد، معلم خواهد نوشت، معلم نوشته بود، معلم نوشته است. زمان داره عوض میشه ولی همه فعلا معلومه. پس یه نتیجه مهم، یه نتیجه خفن، یه نتیجه که تو تستا میتونه تو رو خیلی کمک کنه، اونم اینه رفقا. معلوم مجهول مستقل از زمان است. اصلا معلوم مجهول به زمان ربطی نداره که یه سری ها تا میان تستو بزنن با زمان قاطیش میکنن.
معلوم مجهول فقط به رابطه فعل و صاحبش بستگی داره. دیدی که من 100 تا مثال زدم، زمان عوض شد، ولی وقتی رابطه فعل و صاحب شوندگی بود تو همه زمانها اون فعل مجهول ظاهر شد. مثال زدم وقتی رابطه فعل و صاحبش کنندگی بود هی زمان عوض شد ولی فعلام همه معلوم ظاهر شد. معلوم مجهول فقط به رابطه فعل و صاحبش بستگی داره. خب یه صفحه خالی بده، استریم سفرم بده بچه ها، زودتون سری من اینی که میخوام بنویسم. بین فعل و صاحبش یا رابطه کنندگیه یا رابطه شوندگی. تو کنندگی فعل توسط صاحبش انجام میشه، تو شوندگی فعل روی صاحبش انجام میشه. اگر رابطه فعل و صاحبش کنندگی بود فعل حتما معلومه، و اگر شوندگی بود فعل مجهوله. این ماحصل همه حرفا و مثالامون. خب بیا اینجا، ما اینا قشنگ گرفتیم. استاد دست درد نکنه، اینا که تا الان فارسی قصه بود. من تو انگلیسی یه فعل رو دیدم، چجوری حالا تشخیص بدم که این فعلی که دارم میبینم الان معلومه یا مجهول؟ من فهمیدم فعل معلوم میخوام، حالا تو گزینه هام چجوری فعل معلوم رو پیدا کنم؟ معنی باید بلد باشم؟ اصلا زمان نیازه به هیچ وجه. میخوام یه راه بهت یاد بدم، هر فعلی دیدی ظرف 2 ثانیه، واقعا ظرف 2 ثانیه تشخیص بدی که اون فعله معلومه یا مجهول. نه معنی نه زمان، هیچی هم نیاز نیست. همونجور که الکی‌ها رو الان با نگاه میتونیم تشخیص بدیم، معلوم مجهول هم میخوام بهت یه راه بگم. هر فعلی در هر نقطه دنیا تو جوب افتاده بود، رو صفحه کاغذ بود، رو صفحه مانیتور بود، با یه نگاه بفهمی معلومه یا مجهول. تو انگلیسی چه جوری؟ جزوه رو بده. سر بالا، سر بالا، سر بالا، منو نگاه. هر فعلی بهت دادن تو به 2 کلمه آخرش نگاه میکنی. 2 کلمه آخره فعل، یعنی 2 کلمه سمت راستش، 2 کلمه سمت راست فعل. اگر گلاب برود یه پی پی دیدی، حالا پی پی هم یا ایدی هن یا اون بیقایده هن که اف سیه دیگه، اگر یه پس پارتیسیپل یه پی پی دیدی و قبل از اون یه توبی اومده بود، اون فعل حتما مجهوله. پس هر فعلی که 2 کلمه آخرش همزمان، این دایره ها رو دوست ندارم، بذار پاک کنم، اینم تازه دوست ندارم، اصلا هیچ کدومشون رو دوست ندارم. هر فعلی که 2 کلمه آخرش یه پس پارتیسیپل بود، قسمت سوم فعل که گفتم با قاعده هاش ایدی، بی قاعده هاشم انشاءالله که حفظی، و قبل از اون پس پارتیسیپله و قبل از اون، یعنی هر دوش همزمان نیازه، یه توبی بود، این بابا حتما مجهوله، وگرنه حتما معلومه. پس هر فعلی که 2 تا لغت آخرش یه پس پارتیسیپل بود و قبل از اون پس پارتیسیپل یه توبی نشسته بود، این حتما معلومه، حتما مجهوله. یه پی پی یه توبی بود، حتما مجهوله. در غیر این صورت حتما معلومه. توبی ها رو که با هم آشنا شدیم، اما ایزو آر وازو ور بی و بینو بی اینگ، اما ایزو آر وازو ور بی و بینو بی اینگ، این توبی هامون. پس پارتیسیپل هم که گفتیم چیکار باید بکنیم. پس هر فعلی بخواد مجهول باشه بعد 2 لغت آخرش یکی از این 8 خاندان توبی باشه، اما ایز آر واز اور بی و بینو بی اینگ، و جلوی اون توبیه یه پست پارتیسیپل نشسته باشه. تو تمرین شماره 1 فعل واسط آوردم بسیار زیاد، با هم یکی دو تاش تمرین میکنیم، بقیهش رو شماها اوکی میکنید. تا من دارم این یکی دو تا رو میگم بچه ها اونجا شروع کنن شماره ها رو زدن. الان این فعل میخوام ببینم معلومه یا مجهول. گفتم 2 کلمه آخرش رو نگاه میکنم، باید پی پی باشه و تو بی اگر بخواد مجهول باشه، وگرنه معلومه. خب این بابا پی پی که ندارد سیه، تو بی هم ندارد، پس این شدیداً معلوم است. این یکی 2 کلمه آخر فعل. آقا اگه فعلت 3 کلمه بود 4 کلمه بود، معلوم مجهولش رو این دوتای آخر تعیین میکنن.
معلوم مجهول تو دل این دوتای آخر تعیین میشه، بقیهشو بذار کنار، واسه معلوم مجهول بهش نیاز نداریم. دو کلمه سمت راست فعل، دو کلمه آخر فعل. خب این بابا الان پی پی دارد، توبی ندارد. خب این چیه؟ اینم معلومه برای مجهول بودن مثل چسب دو قلو باید جفتش باشه، یکیش هم که نباشه فعل معلومه. الان یکی had been seeing، اولا زمانش چیه؟ به تو چه؟ به زمانش کار نداریم، میخوام معلوم مجهولش یاد بگیریم. توبی دارد ولی پی پی ندارد. خب این هم معلومه برای مجهول بودن جفتش نیازه، واسه مجهول بودن جفتش نیازه. is being watched دو کلمه آخر فعل، پی پی دارد، گفتیم ایدیا تو باقاعده ها پی پی هم دیگه، پی پی دارد، تو بی هم دارد، پس این بنده خدا مجهول است. پس میبینی معلوم مجهول رو میشه با یه نگاه فهمید، دو لغت آخر فعل، یه پی پی، یه تو بی، مجهول، در غیر این صورت معلوم. حالا من شماره میزنم، شما هم تو ماژولتون دو گزینه ای وارد کنید. خب این که شد 1 2 3 4، این چهار تا رو که نمیخواد، شما ها شروع کنید. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. یه 3 دقیقه وقت، شماها تعیین کنید کدوم اینها معلومن کدوم مجهول، تو ماژول وارد کنید، اونجا سوال ها رو انتخاب کنید، شماره داره وارد کنید. برو باریکلا.
خب پنجمی رو ماژول بده ببینم. 93% مجهول. باریکلا ببندش. باریکلا مجهوله. To be watched. ششمی 89% مجهول. باریکلا ببندش. آره دیگه بی پی پی. دو لغت آخر. بقیهشو بریز دور. برای معلوم مجهول دو کلمه آخر. بینگ سین هفتمی 77% مجهول. 12% معلوم. این آمارش؟ این هشتمیه. Have watched. بله have watched معلومه. این مجهوله. پی پی تو بی. این معلومه. پی پی داره ولی تو بی نداره. جفتشو میخواییم برای مجهول بودن. رفقا. نهمی is written. Is written. باریکلا 76% مجهول. Is to be written. Right, wrote, written. قسمت سوم پی پی تو بی مجهول. Be eaten. Be eaten. 86% مجهول. 7% معلوم. خوبه؟ درسته؟ مجهوله. پی پی تو بی. این که چه زمانیه، مال کجاست، فعل مصدره به قرآن الان به ما ربطی نداره. جالبه. ما الان بهمون فعل بذارن جلومون بگم وجود داره وجود نداره، رو هوا میگیم. بپرسن معلومه یا مجهول، اونم رو هوا میگیم. معنیشو بپرسن یا رو بر نگاه میکنیم میگیم نمیدونم. زمانشو بپرسن میگیم نمیدونم. یارو میگه با دیوونه ای، ما بهش میگیم دیوونه خودتی. ما روند یادگیریمون این شکلیه. To be done معلومه یا مجهول؟ باریکلا مجهوله. پی پی تو بی. دودی دان قسمت سوم و تو بی مجهوله. مرسی. Should be building. Should be building 85% میگید معلومه. باریکلا تو بی داره ولی پی پی نداره، معلومه. Will have been seen. Will have been seen فعل 13، یه فعل یه متری. باریکلا مجهوله. Will have been seen. Been to be seen پی پی. دو لغت آخر فعل برای معلوم مجهول مهمه. پس این مجهوله. To watch این که دیگه خاله بازیه. To watch معلومه. To watch هیچی نداره، نه پی پی نه تو بی. Is going to be driven 83% میگید مجهوله. مرسی از شما. پی پی داره. Driven پی پی فعل drive. اینم تو بی. بی قاعده ها رو کم کم حفظ میشیم، غصه نخور. Must have seen معلومه یا مجهول؟ باریکلا 82% میگید معلومه. پی پی داره ولی تو بی نداره. عالی عالی عالی، دمتون گرم. ما دیگه معلوم مجهول شناسای قدری شدیم. میخوام حرفامونو بریزیم توی کاسه، بدویم بریم تو تست. با من بیا. استریم سفر بده بچه ها. خلاصه این که حرفامونو میخوایم خلاصه کنیم توی این قالب. رابطه صاحب فعل یعنی اون گروه اسمی یا ضمیر قبل از جاخالی را با فعل موجود در گزینه های فعل، تو گزینه هامون داریم دیگه، تعیین میکنیم. اگر رابطه کنندگی بود به نوع باریکلا معلوم نیاز است، و اگر رابطه شوندگی بود به نوع مجهول نیاز است. سر رو بده بالا، حواس رو بده اینجا. تو یه فعل داری تو گزینه هات. یه فعل داریم تو گزینه هامون که صاحب این فعلم یه اسم یا ضمیره که نشسته قبل جاخالی. اینم صاحب فعل. رابطه صاحب فعل با فعل یا کنندگیه یا شوندگیه، یا اصلا تو بعضی موارد دیدیم جفتشه، مثل پیپل و اینوایت مردم رو دعوت کردن یا مرد رو دیدن. فعلا اینو بذار کنار، این که هر جفتشه. این دوتا اصلی هست، اینو یاد بگیریم. اینو انشالله یه رو 20 دقیقه دیگه یا جلسه بعدی با هم یاد میگیریم که چی کار کنیم توش. اگر رابطه فعل صاحبش کنندگی بود، تو چه فعلی میخوای؟ معلوم میخوای دیگه. پس مجهولا رو تو گزینه ها خط بزن. اگر رابطه فعل صاحب شوندگی بود چی میخوای؟ فعل مجهول میخوای. این دفعه معلوم ها رو تو گزینه ها خط بزن. معلوم مجهول هم که ما با نگاه میتونیم تشخیص بدیم. پس رابطه فعل صاحبش اگه کنندگی بود، یعنی تو معلوم میخوای، مجهول ها رو خط میزنی طبق این روش که یاد دادیم.
اگه رابطه فعل صاحب شوندگی بود یعنی تو مجهول میخوای، معلوما رو خط میزنی. معلوم مجهولم با نگاه ما میتونیم تشخیص بدیم. یه تست واسد حل کنم ببینی چه مدلی داری یاد میگیری، بعدیا رو تو تمرین کنی بیای پایین. یه خورده بده بالا. خوبه بیا پایین تر. خوبه. گام های انتخاب فعل به یه بسم الله حذف علکی ها. یه موقع گزینه فیک به خوردمون ندن. May have been sent فکر کردی. May have been sent من اصلا وجود نداره، ولی این بابا وجود داره، این وجود داره، این وجود داره. حالا سرعت من تو تعیین علکی ها یه خورده بیشتر از شماست. شما هم تمرین کنید بس من میشید. فعل گزینه هام چیه؟ ببینید دخترها پسرها وقتی میگیم فعل، منظور فعل اصلیه. کمکی ها که کاری نمی کنن، معنی ندارن که، کمکی هن. سند میشه ارسال کردن. صاحبش چیه؟ birthday card، کارت تولد. کارت تولد ارسال میکنه یا ارسال میشه؟ ارسال میشه باریکلا. یعنی من اینجا فعل چی میخوام؟ مجهول میخوام، چون رابطه فعل و صاحبش، رابطه ارسال کردن و کارت تولد شوندگی بود، من مجهول میخوام. پس معلومه رو خط بزنم. گزینه دو، پی پی داره ولی توبی نداره، معلومه خط میخوره چون من مجهول میخوام. این پی پی داره ولی توبی نداره، خط میخوره چون معلومه. این پی پی داره، توبی هم داره. پس جواب همین است. صورت تست چی نوشته بود؟ به تو چه که چی نوشته بود؟ این تست کنکور پیار ساله. تستای جزوهتون اینم بگم، یا تستای کنکور سراسری هن، یا تستای کنکور منحصرن زبانن، یا تستای کنکور ارشدن یه سریاشون. یعنی از امروز با هم تست کنکور ارشدم میزنیم که ببینی این حرفایی که یاد میدیم تو کنکور کارشناسی ارشدم میتونه به دردت بخوره. ما الان این تست رو حل کردیم بدون اینکه کامل بخونیمش. منو نگاه، حل کردن تست یه چیزه، تو زمان کوتاه حل کردنش یه چیز دیگه است. تو زمان کوتاه حل کردن هدف ماست، اینکه بخونیم کامل ببینیم چی بهش میخوره فلان بیسار، شاید به جواب برسیم ولی تاش تایم کم میاریم. یا آمار هولناک، در کنکور 98 حدود 70% بچه‌ها ریدینگا رو ندیده بودن، یعنی به ریدینگ نرسیده اصلا، تایم کم آورده، 8 تست ریدینگ رو باخته، نه اینکه بلد نباشه، وقت نداشته حلش کنه. ما میخوایم جزو اون 60-70% نباشیم. واسه این موضوع باید تستامون رو حرفه‌ای جواب بدیم، مثل همینی که الان با هم حل کردیم. یه دونه دیگه من حل میکنم، چند تا رو تایم میدم شماها حل کنید. بیا سر بالا منو نگاه. خب یه نگاه بندازم ببینم الکی پلکی دارم. این که وجود داره، این که وجود داره، این که این وجود نداره. بعد از توبی باید یا پی پی بیاد یا انجی. بی ساده است، پس این فیکه. هیچی، was being watched هم وجود داره. فعل من هست watch، تماشا کردن. صاحبش هست مسابقه. مسابقه تماشا میکنه یا تماشا میشه؟ مسابقه تماشا میشود، مجهول. تازه بعدنا خواهی دید اگر بای به همراه اسم چسبیده بود به جا خالیت، بایی که معنی توسطه بده، این خودش میتونه نشونه شوندگی باشه. یعنی یک کلید اضافه هم بعدن ارائه میکنم بهتون. خب مسابقه تماشا میشود، شوندگی مجهول میخوام. پس معلومه رو خط بزنم. این توبی داره ولی پی پی نداره، معلومه نمیخوامش. این پی پی داره توبی نداره، اینم معلومه نمیخوامش. این بابا هم پی پی داره هم توبی. جواب اینه. تست کنکور زبان تخصصی، برو ببین اینا تو کنکور اومده. تو بعدی آرتیکل میشه مقاله. بعضیا نمیدونن. یه نگاه کنم ببینم الکی داریم. این که وجود داره، این که وجود داره، این که وجود داره، اینم وجود داره. مقاله و نوشتن، مقاله نوشته میشود، شوندگی مجهول. خب شوندگی مجهول. معلومه رو خط بزنم. این پی پی داره توبی نداره، معلومه نمیخوامش. این توبی داره پی پی نداره، معلومه. برای مجهول بودن جفتش نیازه. این پی پی داره توبی هم داره، پس این مجهوله، نیگرش میدارم. این پی پی داره توبی نداره، اینم خط میخوره، پس جواب میشود گزینه 3. این یه تیکه از یه دونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد بود. سوال خیلی طولانی تر بود، من این تیکش که به دردمون میخورد و برداشته بودم. یه دونه دیگه هم حل کنم. 5 و 6 و 7 و 8 رو شما ها حل میکنید.
Students. خب بزنین اول الکی دارم یا نه؟ Will be finish بعد to be یا بعد PP بیاد یا ING. خب این غلطه، این اصلا وجود نداره. ولی این وجود داره، اینم وجود داره، اینم وجود داره. دانش آموز و تمام کردن. دانش آموزها تمام میکنن یا تمام میشن؟ دانش آموز امتحان رو تمام میکنه. دانش آموز هیچ وقت تمام نمیشه. فقط از سالی به سال دیگه منتقل میشه. قانون پایستگی دانش آموز. پس دانش آموزها امتحان رو تمام میکنن. کنندگی این دفعه چی میخوام؟ معلوم. یعنی برعکس قبلی ها باید آفرین مجهولا رو خط بزنیم. خب این پی پی داره، تو بی هم داره، مجهوله نمیخوامش. این پی پی داره ولی تو بی نداره، معلومه نگرش میدارم. این پی پی داره، تو بی هم داره، مجهول خط میخوره و به خدا که جواب گزینه سه میشه. سؤاله 5 6 7 8 که سؤالای جونداری هم هستن، حل کنید. فقط حواستون باشه ریسرچر میشه اگه معنیشو نمیدونی، محقق، کانداکت هم میشه انجام دادن. سؤال 5 و 6 و 7 و 8 رو بذار واسه شون تو ماژول. 3 دقیقه وقت. ماژول تست 5 بده ببینم. 66% 4 باری کلا ببینیم چه خبر شده. تو این تست یه مرض لایتی ریخته. این ریویو یه تیکه فعلت بوده، از اینجا برش داشته برده تو صورت سوال. بهش میگن قاعده فاکتورگیری. کلمه مشترک بین 4 گزینه رو میتونی بکنی قبل یا بعد جا خالیت، بسته به محلش قرار بدی.
خب ریویو میشه دوره کردن، درس دوره میکنه یا دوره میشه، درس دوره میشود، شوندگی پا مجهول میخوام. پیپیش که اینا هاش، این پیپیشه، ایدی گرفته پیپیشه، دنبال توبی باید بگردم، این که توبی نیست، این که توبی نیست، اینم توبی نداره، این توبی داره و جواب چهار باری کلا شیش تست قدریه. ببینم چند زدین. ماشالله باری کلا 58% یک. خوبه ببند. محققان انجام میدهند آزمایشاتو، کنندگی پس معلوم میخوایم. عمل انجام دادن توسط محققان انجام میشه، معلوم میخوایم. پس مجهولا رو خط بزنیم. این بزن اینشو پاک کنم. این توبی داره ولی پیپی نداره، معلومه، نگرش میدارم. این پیپی داره، توبی هم داره، مجهوله. این پیپی داره، توبی داره، مجهوله. این پیپی توبی داره، مجهوله. پس جواب میشه یک. هفتو ماژول بده. هشتاد درصد چهار. آماشالله. خوبه. ببند. دفتر جدید ساختن. دفتر ساخته میشود، پس مجهول بازیه. این نه پیپی داره نه توبی معلومه. این پیپی داره توبی نداره معلومه. این نه پیپی داره نه توبی معلومه. این پیپی داره توبی هم داره مجهوله. تست خوشگل هشت. هشت رو ماژول بده تا روش توضیح بدم. دمتون گرم. 66%تون درست زدین. تست جونداریه. بیا ببینیم توش چه خبره. یه نکته لاکچری باحال یاد بگیریم امشب. تو تست هشت. اولا خب این وجود داره، این وجود داره، اینم وجود داره، اینم وجود داره. ویرایش کردن. ببینم صاحب فعلم کیه. یه چیزی اینجا داریم بین دو تا ویرگول. هر وقت منو نگاه. قبل جا خالی دیدی اطلاعات اینجوری بین دو تا ویرگوله. قبل جا خالی اطلاعات اینجوری بین دو تا ویرگوله. این عین بدل فارسیه. چرا گذاشته اینجا؟ اینو گذاشته به عنوان مترسک. یعنی چی استاد؟ اینو گذاشته که کلید میلیدا و چیزایی که ما نیاز داریم و هل بده عقب. هلش بده عقب. ببین تو قبلیا صاحب فعل تنگ دل جاخالی بود، ما تندی میدیدیم جواب میدادیم. تو این یکی برداشته از ویچ تا لسیه رو به عنوان مترسک گذاشته اینجا که کلیدا رو عجل و چشما هل بده عقب، راحت نبینیمش. کلن یه نکته بهت بگم، یه فوت کوزگری. هر وقت دیدی تو تست کنکور صورت سوال بیشتر از یه خطه، یه خط و نیم، دو خط این طور هست، حتما یه راه واسه نخوندنش هست، حتما یه تیکه قابل حذفه. دقیقا الان از ویچ تا لسیه قابل حذفه. پس هر موقع، نکته خوشگل، هر موقع قبل جا خالیت یه اطلاعات اینجوری بین دوتا ویرگول بود، این نقش مترسک رو داره، خطش بزن. کلیدا پشت این باباست. یعنی خدا حافظ از اینجا تا اینجا. شماها اومدید منو اسیر کنید. این records and documents میشه سوابق و مدارک. سوابق و مدارک ویرایش میشود، شوندگی مجهول. یک پیپی داره توبی نداره معلومه، این توبی داره پیپی نداره معلومه، این هم پیپی داره هم توبی مجهوله، این پیپی داره ولی توبی نداره معلومه. پس ما الان تیپ اول تست ها رو تونستیم حل کنیم. این چالش اوله، فقط می نویسم، ایشالا جلسه بعد میریم سراغش. گاه ممکن است بین فعل و صاحبش هم رابطه کنندگی باشد هم شوندگی. مثل همین تسته. الان هی میشه او، الان میشه اجازه دادن. یه نفر هم ممکنه اجازه بده، هم ممکنه بهش اجازه داده بشه. این انشالله میشه کاری که ما جلسه بعد باهاش ادامه میدیم و استارت میزنیم. خب روز پرباری بود، مطمئنم که ذهنتون بمباران اطلاعاتی شده
و من سعی کردم با یه نگاه جدیدتر، با یه نگاه علمیتر، با یه نگاه بچسبتر زبان رو بهتون ارائه کنم. دنبال این بودم که ببینید زبان هم مثل بقیه درساتون یه علمه. اگر اصولی یادش بگیری طراح کنکور، اگه خودش هم رنده کنه بریزه تو سوال، تو طبق اصول علمی راحت میتونی جوابش بدی. دوره اینو دیدی اونو بزن گذشته. باید آکادمیک و در این حال چسبیده و شیرین مطالب رو یاد بگیریم و من همه سعیم رو در این راستا تو این جلسه کردم و جلسات بعدمون هم همین خواهد بود. سرفصل کاریمون هم رسید به جایی که مثل پیپل و اینوایت، مردم رو دعوت کردن، هم رابطه کنندگی باشه هم شوندگی. تو این تیپ تستا که حالا 10% قضیه‌ن، تو اینا چی کار کنیم؟ تو اینا هم راهکار هست، حتما 100% راهکار هست. خوشگل، اونقدر خوشگل که از قبلی ها سریع‌تر تستو بزنیم. کاری که شماها میکنید، اولا حتما همتون توی این کانال تلگرامی عضو میشید، ادساین زبان کنکور. این میشه گفت قدیمی ترین کانال زبان کنکور تو تلگرامه که خب کانال خودم هست. اونجا عضو میشید، دیگه از این به بعد کلی مطلب، اطلاعیه، فایل غیر زالک اینجا واسه تون قرار میگیره. آیدی شخصی خودم هم تو دیسکریپشن کانال هست، یه موقع سوالی پیش اومد از خودم یا از اسیست هایی که زحمت پاسخگوی بچه ها رو میکشن بپرسین. البته بعضی وقتا سوال میپرسی، دو روز طول بکش جواب بدم چون تعداد ماشاءالله زیاده، ولی سوال بپرسین، حتما به سوالاتتون پاسخ داده خواهد شد اگر اشکالی داشتین. خورد خورد بهتون برنامه مطالعاتی هم داده میشه به هر کس به فراخور حالش. جزواتتون تا هفته آینده جزوه هم فایلش رو پنل تاملند قرار میگیره، اونایی که ثبت نام قطعی کردن میتونن دانلود کنن، دو تا جزوه است رو هم 400 صفحه. هم امکانش رو فراهم خواهم کرد که جزوه ها رو به صورت چاپ شده سیمی و با جلد متحد و شکل بتونید تهیه کنید که خب قیمتش هم حتما از اونی که میخواین شما کپی کنید پایین تر خواهد بود. هر کدوم خودتون راحت تر بودید باش اقدام کنید و انشالله از جلسه بعد با جزوه با هم جلو میریم. ما قراره سال دیگه این موقع حالمون خیلی بهتر باشه به واسطه نتیجه کنکورمون. من همه سعیمو میکنم که تو این مسیر کمکتون کنم. تا کنکور با هم خواهیم بود. خدا نگهدار.